خسته نباشید آقای سوجوکی عزیز. ممنونم و علیکم السلام، متشکرم، بفرمایید. آقای سوجوکی من خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون، از موضوع خوبی که گذاشتین، و یه درخواستی داشتم. میخواستم که در رابطه با این صحبت‌های آقای امجد صحبت کرده بود یه صحبتی بکنید، ببینم اصلا یه همچین آدمی رو، شخصیتش رو شما چجوری تحلیل میکنید؟ آیا حرفایی که میزنه پای حرفش هست، یا اینکه نه این به قول معروف عمله آخونده؟ آدم کلن این آدم چجور آدمی هست؟ میشه مثلا به حرفاش مردم اعتماد کنن یا نه؟ بله متشکرم، خواهش میکنم. راستش بخواید من الان در بله بینندگان سر خط باشید تا جوابی یه غار بدم. آقای امجد حرفایی که میزنه که روحانیت آدمان خوبی نیستن، خودش هم روحانی است دیگه، بلکه اون چیزی که هست این است که آقای امجد ها زیاد پیدا خواهند شد در آینده. یادتون باشه من مرده شما ها زنده. آقا یه روز میاد همین خمینی رو از سیر تا پیاز فوش میدن همین آخوندهای قم برای نجات دین خودشون. منتها دوره اینترنت برادر، دعوای ما با آقای خامنه ای نیست، دعوای ما با آقای خمینی نیست، دعوای ما با دینی هست که بر فوش بنا شده، دعوای ما با امام زمانی هست. امام زمان توهین به حضرت مهدی نمی کنم، با امام زمانی هست که شیعه ساخته، که 1400 سال شمشیر در دست گرفته، منتظره که بیاد. بیاد چیکار میکنه؟ میره سر قبر ابوبکر عمر در میاره و شلاق میزنه. بابا تو برای چی نیم منتظری؟ فل کن برو. ما با اصل دین مشکل داریم. یعنی شما فکر میکنید که آقای امجد حرف زنه، امثال سجودی ها دوباره برمیگردن به مذهب شیعه؟ مشکل ما با آقای خمینی نیست. الان ما اصل دین فهمیدیم که دین شیعه روی فحش، توهین و متاسفانه خیلی از دستورات غلط بنا شده. ولیکن آقای امجد مثل او زیاد خواهند بود و من مطمئنم که میتونن تا حدی، به هر حال یک شجاعتی انجام داده، میتونن تا حدی هم به اصطلاح یک اصطلاح قدیمی ها سرخ سفیدابی به مذهب خودشون بزنن و مردم هم بالاخره نمیخوان دین خود ول کنن، حتما به این میچسبن آینده. ولی که من بعید میبینم که ملت دوباره بیاد، و این فقط میدونم که مثل امجد زیاد خواهد شد. خواهید دید، این حرف من بنویسید نگه دارید که همه حوزه علمی قم اول تا آخر آقای خمینی رو فوش خواهند داد. بله بفرمایید، خواهش میکنم، برای نجات دینشون، نه به خاطر اینکه باش بدن.